خیلی از خانتا الان یه سال گوشت نخوردن. نمیتونیم مرغ بخریم، نمیتونیم گوشت بخریم. الان عید نزدیکه، ما هیچی نخریم. من از اون موقعی که کرونا اومد بیمار، نه گوشت خریدم نه مرغ خریدم. ماهیانه میخریدیم، الان نمیتونیم ماهیانه بخریم. مثلا میخوام یک کیلو، شاید تا دو ماه سه ماه طول میدیم. داریم مثلا حالت جیره بندی شده تو زندگیمون. جالبه اینه بدونید که مصرف کننده ناراحته. من تولید کننده با مشکلات خاص خودم مواجهم و برای امثال من تولید کننده مغروم به صرفه نیست. خانواده دو نفریم، خانومم خونه داره، فقط من شاغلم. با اینکه کم جمعیتیم ولی خب گرونی بیداد میکنه. ما دو نفریم، خودم و پسرم، هر دومون هم کار میکنیم از صبح تا شب. اگه کار نمیکردیم و وضعمون این بود اشکال نداشت، ولی ما دو نفری، ما هر دو داریم واقعا تلاش میکنیم و وضعمون اینه. بگی گریم در میاد. بازم کم میاریم، واقعا کم میاریم، واقعا دلمون پره. نه من، اکثر کسایی که باهاشون میشینم صحبت کنم همه واقعا دلگیرن که چرا این شرایط اینطوریه، خیلی سخته. آخه فقط گوش نیست که، دارو هست، چه میدونم پوشاک هست، خرج مدرسه هست، هزار تا داستان دیگه هست. جایگزینش الان دیگه چیزا مثل سویا، مثل سنگدون مرغ دیگه، اونم داره به ندرت داره کم میشه تو سفره زندگیم. ماهی که خیلی وقت از سبد خانواده حذف شده قبل گوشت. باید دولت یک کاری کنه، همینجور که وسیله رو گرون میکنه ببینه واقعا حقوق مردم بالا رفته.